سلام بچه ها، خوب هستین؟ امیده که جور و سهدمند باشین. خوش آمدین به یک ویدیو دیگر با من مشتبه حسینی. به این ویدیو برای شما درباره چند تا خبر درباره بیت کوین صحبت منم. خبر داغ که من در حال حاضر آمدم، من در داخل گوگل بودم، خبرها رو میخوندم و همچنین خبر دیگه که در کلا در بازار مالی به خصوص استاک مارکت، بازار بورس، کسانی که چی بیت کوین دارین، کسانی که چی سهام دارین، سهامدار هستین یعنی سرمایه گذار هستین، خبر به نظرم خیلی مهم است بیدانین. و حالا نمیفهم چقدر تجربه سرمایه گذاری اینا دارین. خب هرچی که تجربه بیشتر داشته باشی داخل بازار سرمایه گذاری باشی، میفهمی که مثلا سیستم بازار سرمایه گذاری چرقمی پیش مره و چه اتفاقهایی بعض وقت امکان داره بیفته و ما باید چرقمی اکسل عمل نشان بدیم در مقابل همچین اتفاقاتی. پس ازت میخوایم که ویدیو رو تا آخر ببینی، چون شاید بتونه بهت کمک کنه کدام اشتباهی یه قسمت انجام ندی که حالا سرمایه گذاری کردی کدام ضرر نکنی. چرا؟ چون مهم هسته و همین اتفاقا سر خود من میفته و بعضی شما شاید این مقدار جدید باشین در کلا در قسمت سرمایه گذاری، اصلا دقیق نمیفهمی که سیستم سرمایه گذاری چه رقمی پیش میاد. در ویدیوهای قبلی هم برای شما یادآوری کردم که سیستم سرمایه گذاری هرگز رقمی پیش نمیاره. کلا بازار مالی تحولات خود داره، بعد وقتا تحولات خیلی بعد تحولات خر یعنی دلخراش کننده، یا که در اون قسمت هست بیشتر مردم ضرر مونه، در اون قسمت هست بیشتر مردم ضرر مونه. و در واقع وقتی در همچین موقعیت ما و شما قرار میگیریم، یعنی یک تخفیف هست که بازار مالی برای ما دادن. خب ولی خب چیزی مهم هست که ما چه سهامایی خریدیم، چه ارزهایی رو خریدیم، او هم خیلی مهم هست. و خبر اولی را که من براتون دارم درباره خبری که تسلا روی بیت کوین میگفت تاثیر میمونه، که درست قبل دیروز خبرش آمد علنی بیرون آمد. شاید همتون هم با خبر باشین که از این به بعد ما با بیت کوین میتونیم محصولات تسلا رو بخریم، ماشین های برقیشون، و این فقط در حال حاضر در آمریکا فعال هستن که میتونیم مستقیم با بیت کوین ماشینش رو بخریم. شبکه خبری فایننس منیجمنت همین خبر عمل پخش کرد که بعضیا به فکر بودن که روی قیمت بیت کوین میتونه تاثیر بمونه و برعکس شده. تقریبا 7% از روزی از وقتی که این خبر آمد بیرون روی قیمت بیت کوین تاثیر مانده. بیت کوین از 55000 دلار دیروز که همین خبر آمد بیرون، بیت کوین تا 57000 دلار رفت، بعدش آمد امروز در حال حاضر تا 51000 دلار رسیده. ولی خب این خبر دقیق به خاطر همین اتفاقی قرار بیفته. فردا یک اتفاق بزرگ قرار روی بیت کوین گفته، یک اتفاق 6 بیلیون دلاری امکان داره که قیمت بیت کوین تا 44000 دلار هم بعضیا گفتن میتونه بیه. ولی خبر دیگه ای که ما در این قسمت در شبکه خبری فاینانشال اکسپرس مشینیدم همیال خبرش خواندم که حتی برای خیلی ها گفتن که الان مثلا شرایط خوب هسته که ما سرمایه گذاری ما رو شروع کنیم، کسانی که یعنی تازه میخوای سرمایه گذاری کنه، یا اینکه این موقعیت هست که این مقدار پولی بیشتر روی بیت کوین یا سرمایه گذاریش روی سبد سرمایه گذاریش هم اضافه کنه. و خبر مهمی که ما در اینجا خواندم ایست که کلا سرمایه گذاری به خصوص روی سرمایه گذاری روی بیت کوین در شبکه خبری فاینانشال اکسپرس رقمی اعلام کرده که یک پارک پول است، جایی هست که ما و شما میمریم پولای ما پارک مونیم، دقیقا شبیه مثل بانک هست. ولی اگر تو به مدت طولانی اون رو نگهداری هرگز ضرر نمونی. مثل اینکه یک خانه ای رو خریدی، حالا بستگی داره خانه در کجا خریدی، ولی معمولا یک خانه ای که ما شما بخریم هرگز قیمتش نمیره پایین و امکانش هست که قیمت از او بره بالا. خب دقیقا مثل بانک وری میمونه، وقتی ما پولمون رو روی بانک میمونیم، ولی پول ما اونجا ارزششون از دست میده. و بیت کوین خب چیز واضحه است که بیت کوین هرگز ارزششون از ارزش خود از دست نمیده و هر روز در حال رشد هست. و برای مخصوصا برای کسانی که سرمایه گذار جدید هستن، واقعا اینجا تاکید کرده که گفته در حال حاضر ما در یک شرایط بد بازار مالی قرار داریم. بیشتر اشارهش روی بازار استاک، بازار بورس بوده که نباید ارز سهامایی که داریم بفروشیم. و امر خمی که معمول برای شما گفتم، وقتی ما میریم پول ما سرمایه گذاری مونیم، یعنی پول ما رو یک جای پارک مونیم. ولی اگر حالا بستگی داره که چی هم میخری، چی سهام میرن میخری، سهام های خوب مثل تسلا، اپل، آمازون، نمیفهمم پلانتر تکنولوژی، بیون می تو، یا کمپانی های مثل نتفلیکس و فیسبوک، گوگل اینا باشه، مایکروسافت، هرگز ما و شما ضرر نمونیم. در حال حاضر بازار مالی خیلی خراب است و حتی دیشب نیو تا 35 دلار هم آمد.
واقعا خود من دیشب کمک دیگه روی پورتفولیو از نیو را پر کردم و خبر دیگه ای که درباره بیت کوین من خواندم، در حال حاضر شبکه خبری کوین دسک. کوین دسک یک پلتفرم است که ما اونجا میتونیم ارزهای دیجیتال هم برای ببینیم و خبرهای مهم داغ روزانه را هم دربارش بخونیم ببینیم، و یک تحلیلگر و یک سرمایه گذار ارز دیجیتال بیت کوین اینجا در خبرش گفته که در حال حاضر در شرایطی که ما قرار داریم نظر به یک شخصی به اسم جان هاپل و جان آلمن، بنیانگذار تحلیلگر و سرمایه گذار ارز دیجیتال، که در 13 مارچ از قرار تحقیقاتی که اونو انجام داده از طریق تحلیل تکنیکالی که انجام داده در 30 ماه مارچ و تا آخر آپریل قیمت بیت کوین چیزی در حد 80,000 دلار اونا پیش بینی کنه. بنا به دلیلی که دلیلش دقیق واضح نیست، ولی خب اونا خب معمولا هر 4 سال یک اتفاقات روی بیت کوین میافته، در کل اتفاق افتاده در سال 2013، در سال 2017، ولی اون اتفاقی که به خصوص در سال 2017 روی بیت کوین افتاد که در مدت یک شبانه روز از 10,000 دلار بود، از 12,000 13,000 دلار بود، اما در این در 4-5 3,000 دلار رسید، ولی اون اتفاق هرگز امکان نداره اتفاق بیفته. ولی در این قسمتی که ما قرار داریم در شرایط در دقیقاً در همچون شرایط است، یعنی دقیق 4 سال بعدش و دقیق در ماه جانوری بوده، و در شرایط حالی که ما داریم و همچنین یک ویدیو یوتیوب یک تحلیلگر سرمایه گذار ارز دیجیتال همیاره من مشاهده کردم، ویدیویش دیدم که اتفاقی که قرار در ماه اینجا برای ما گفته از قرار تاریخی برای ما مثلا بیت کوین کسانی که تحلیل کرده نشان میده که یک ارزش 80,000 دلاری در 30 آپریل تقریبا، یعنی تقریبا اینا بین 70-80% پیش بینی کرده که امکان داره اتفاق بیفته، و ایرم البته گفتم تریدرها، کسایی که یعنی تبادله بیت کوین انجام میدن، روزانه انجام میدن، قرار به تحلیلات از اونا در تا آخر ماه آپریل یک چیزی در حد 80,000 دلار پیش بینی شده، ولی کاملا مطمئن نیست. و همچنین اینجا برای ما گفته که در ماه فوریه بیت کوین برای مردم یک سودی در حد 36% داده کسانی که روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده، و همچنین تحلیل ماه کامل ماه مارسش هنوز مشخص نشده، و از قرار اتفاقات حال حاضر بیت کوین گفتن که در یک ارزش به اندازه 80,000 دلاری امکان داره اتفاق بیفته. و همچنین شبکه خبری دموتلی فول 3 تا دلیل اینجا برای ما گفته که امکان داره استاک مارکت بازار مالی سهام یک اتفاقی که در سال 1990 و 1960 و 1969 اتفاق افتادن که یک کرش یا همو کرش در زبان عامیانه ما شما یک برشکستگی یا کلن بازار بره پایین، یک بازار پایین در حد 30% را پیش بینی کردن. خب در ماه مارچ پارسال هم دقیق وقتی که کرونا شروع شد یا کرونا هماد همین اتفاق افتاد، ولی در حد 30% نبود، بین 10 تا 15%، ولی الان از قرار پیش بینی های الان چه در حال حاضرم بعضی هنوزم که این پیش بینی هایی که شده هنوز دقیق مشخص نیست، ولی در حال حاضر بازار مالی چیزی بین 10 تا 19% اتفاق افتاده و امکانش هم هست که این اتفاق بیفته، و قرار به کل تاریخ بازار مالی اینا سکنی از سال 19 اینجا به بعد همچین اتفاقاتی، یعنی 10% بین هر 10 تا 15 سال اتفاق میفته، ولی امکان داره که اما اتفاقاتی که در سال 1960 و 1969 اتفاق افتاده بازم دوباره تکرار شنه، و این اتفاق تا جایی برابر، یعنی همچنین اتفاق تقریبا یعنی شبیه از این در سال 2010 اتفاق افتاده
و گفتم که هر بین هر 10 تا 15 سال گفتم چنین اتفاق امکان داره بیفته، ولی امسال هم همجوری پیش بینی کردم که امکان داره اتفاق بیفته، ولی هنوز دقیق و مشخص نیست که اتفاق بیفته نیفته، ولی از قرار تاریخ و همچنین اتفاقاتی که تا حالا رخ داده امکان داره اتفاق دوباره رخ بده. و دوباره برای شما یادآوری می‌کنم، کسانی که سهامدار هستین، ارز دارین، من مشاور سرمایه گذار نیستم، ولی از نظر به تجربه خود خوب به نظرم عقلانیش هم همی هسته که در همچین شرایط قرار میگیریم هرگز سهام ما را نفروشیم، هرگز ارز ما نفروشیم. یک کسی که 5 سال پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش، 6 ماه پیش یک سهامای مثلا مثل آمازون، تسلا، اپل، نیو یا نمفهمون نیو که زیاد وقت نمیشه وجود داره، گوگل، مایکروسافت یا بیت کوین، ارزهای معتبر چیزی رو خریدن تا امروز نفروخته هرگز ضرر نکرده، هرگز ضرر نکرده. خب بعضی وقتا بازار مالی تحولات خود داره، بالا پایینا مره، منتها ضرر نکرده. امیدوار هستم که از ویدیو یک مفهوم خوب گرفته باشین. کسانی که مالک سهام هستین، ارزدار هستین، که یعنی نگران همچین چیزایی نباشین. وقتی اگر میرین پورتفولیویتون از سوبکی نگاه منو میبینین سرخ هسته، چند درصد ضرر کردین، نگران نباشین. همی شرایط و همی حال را همه کسانی که سرمایه گذار هسته داره. امیدوار هستم که از ویدیو لذت برده باشین، خوشتان آمده باشه. اگه بوده یک لایک بدین، اگه تا حالا کانال سابسکرایب نکردین خوشحال میشم کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، منتظر اتفاق قرار بیت کوین فردا بیفته باشین. هر خبری که بیاد درجا من دربارش برتان ویدیو میسازم، شما هم در جریان میمانم. دیگه وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.